این از خود کوین تلگراف ریسرچ تیمشه. 4 دقیقه پیش اومد این خبر: بلاکچین وایا NFT مارکت بات اتریوم استیل دامینیتس. تقریبا داره نشون میده که 97% سیلزایی که داره میفته توی NFT از شبکه اتریوم هست، بعضی اون بقیه‌اش هم از پولیگون و وکس دارن میان. نشون میده که بیشتر شبکه‌ها که توی NFT هستن همش دارن از اتریوم میان بیرون. اوکی؟ و توی فرست هاف 2021 دیدیم که 2.5 بیلیون دلار این سیلز برای NFT رفت. اوکی؟ حالا تقریبا یه سال دیگه تموم شده، فکر نزدیک 3-4 بیلیون شده این. اما این داره نشون میده که هنوز خیلی اولاشی توی این شبکه‌های NFT. یادتون نره که حتی موقعی که اتریوم اومد بیرون، به جز سمارت کانترکت اتریوم کسی دیگه نبود، همش اتریوم بود. حالا میبینیم که شبکه‌های مثل الراند، کاردانو، بی ان بی داریم، اندازه درصدی پخش میشه. الان 97% بخش هنوز پیش اتریوم هست برای NFT. چه برسه که شبکه‌های مثل BNB NFT پلتفرم‌های لیر 2شون رو بسازن، یا شبکه‌های مثل کاردانو که NFT لیر 2شون رو بسازن، درصد اتریوم باز زوره میاد پایین برای اندازه سلزای NFT. پس نشون میده که خیلیاتون اولاش هستین. همش you very quick. حالا تو این 4 ساله می‌بینی که اتریوم قدرتش میره برای سیلز های NFT، که معلوم یاد بگیرن که NFT نباید توی شبکه اتریوم باشه. کم کم میرسیم به این نتیجه. حالا میریم برای خبر دوم که در موجه پرایسه. آقای ویلیام سوپرگ 400 پیش: بیتکوین پرایس هیتس 56,000 از بولز ریترن اند تاک فوکسز آن بیتکوین ETF اپروول. سو تقریبا ماهی پیش بود ما گفتیم گفته که این ماه خیلی خوبی میشه. حالا تو کاغذم نوشتیم برای بچه های توی انزایم. و یکی از این خبرها اینه که دیشبم گفتم این پرایس که داره الان پامپ میشه، چون یه خبرهایی دارن که دارن فرانت ران میکنن برای این بیتکوین ETF اپروول. اوکی؟ و این ETF اپروول کیه؟ well, هیچ کس نمیتونه بگه کی هنوز. هنوز خیلی زوده تا بگیم کدوم روزاست. اما تقریبا روزاش که میتونه باشه ETF بیاد برای این مارکت بیرون، اکتبر 18 همه، 10 روز دیگه است. اکتبر 19 همه، 11 روز دیگه است. اکتبر 25 هم دوباره دو تا اکتبر 25 هم میداریم و یک کم اول نوامبر داریم. اوکی؟ ما تقریبا 5 تا ETF و 4 تا داریم برای این ماه، یک کم برای ماه دیگه اگه قبول بشن. و هر کدومشون قبول بشن همش یکیشون لازم داره که قبول بشه. یکیشون. می‌بینی که بیتکوین تو همون ثانیه، به همون لحظه، به همون دقیقه کل دنیا، یا تو انگلیس هستی یا تو یوروپ هستی، برای پنشن فاندت، برای شرکتت میخوای یعنی 1% کارمندات پنشنشون بذاری تو بیتکوین، می‌بینی که کل دنیا این کار رو میکنه به همون لحظه. باز می‌بینی یه پامپ 20,000 دلاری توی یه هفتگی بیتکوین میزنه موقعی که این اپروو بشه. 20,000 دلار توی یه هفته برای بیتکوین پامپ میشه اگه این اپروو بشه. باز اون بعد از هفته بعدش میفته، اما در آینده رشدای بیشتری میکنه که می‌بینی که بیتکوین نزدیکای 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 تا میشه. نه امسال، اما 3 سال دیگه موقعی که ETF میاد بیرون، تقریبا یه 10 سال بهش فرصت میدیم که این تارگت های بالاترش رو بزنه، که دارن همه این رو میبینن. و این تقریبا یه دونه خبر 2017-18 بود که خیلی دوست داشتیم این خبر بیاد، اما مثل این که hopefully از هفته دیگه شاید این خبر بیاد بیرون. شاید، نمیدونیم، شایدی هنوز. حالا میریم برای 24 ساعت امروز و میبینیم کیا تو سودن و کیا تو ضررن. که میبینیم که برای امروز هارمونی 25% بالاست. FTM مبارک باشه برای همه بچه تو FTM، چون دیشب توی اینستاگرام لایف داشتیم تحلیلات FTM میزدیم، گفتیم پامپ میشه، پامپش هم داره میکنه، 24% رفته بالا. یرن فایننس YFI 12%، چیلیز 9%، کلیتین 8%، آرویف 7%، و آف کورس کوینای دیگه مثل فایل کوین. مبارک باشه برای بچه تو فایل کوین و فیتا. الراند هم همینطور. می‌بینی که بیشتر از این کوین ها همشون تو سودن و یا تو ضرر هستن. با شیبا اینو 20% تو ضرر،
بیت تورنت 10%، بیت کوین کش ABC 7%، دی وای دی ایکس 6%، لیو توکن 5%، ICP 4.5%، تزوس 4.5%، بایننس، خود بایننس کوین BNB 4%، و اف کورس کوین های دیگه هم اولسو تو ضرر. پس میبینید که یه ذره میکسچر مارکت هست، اوکی؟ هیچ مشکلی نیست. حالا میریم برای آن چین دیتا که میبینیم امروز نزدیک 3000 تا بیت کوین از صرافی خارج شده، نزدیک 50000 تا ایتریوم از صرافی خارج شده، به اضافه کوین های دیگه که از صرافی خارج شدن مثل وای فای 209 وای فای خارج شد از صرافی. او مای گاد، خیلی بولیشه خبرش. او مای گاد. حالا به کوین های دیگه هم اولسو خارج شدن مثل FTT، ماتیک، WBT، AMP، میکر. خیلی بیشتر کوین ها رو دارن خارج میکنن از صرافی ها که آدما اونا که دارن خرید و فروش میکنن، اونا که واقعا میخوان نگرش دارن دیگه برای فروش که نیست، دیگه میمونن توش. اوکی، باز میگم که امروز یه ذره مارکت بولیشه و اف کورس سوپلای هم داره میاد پایین. حالا میریم برای 4 ساعت امروز که تو چارت بیت کوین هست. اوکی، وا دیشب که گفتی بودیم که تو خط حمایت 4 ساعت باونس میکنه، تقریبا داره این کارو میکنه، اما هنوز باونس نکرده، رسید به خط حمایتش اما هنوز داره تستش میکنه. سو داریم نگاهش میکنه چه اتفاقی براش میشه. چیزایی که داریم تو کوتاه مدت میبینیم که سکویز ماب داره دیکلاین میشه، پس شاید یه ذره بیرش والیوم براش بیاد که دوباره یه بار دیگه که مثل دیشب من براتون چارت کشیدم که من بکشمش توی صرافی کوین بیس که هنوز فکر کنم چارتام هست. اینا هاش ببین، همین جوری که دیروز گفتم هیچش هم عوض نشده. اونا که دیروز بودن دیدن من بهتون چی گفتم، گفتم این که الان مده پایین دوباره میاد بالا، دوباره میاد پایین، یه دابلیو میسازه. اوکی، چون هر چقدر بیشتر این روش اینجوری بکنه برای ما بهتره. و میبینیم که تو چارت همون دقیقا همونجوری که من خطمو گذاشتم همونجا هم رسید. که باز دوباره میگم این الان بعد دوباره خودش رو بکشه به خط 53، حالا 53 چی؟ 53600، 53800، یه جای اینجاها بالا پایین میکنه، باز دوباره خودش رو میزنه به بالا. به اون لحظه یه W میسازه. اوکی؟ سو obviously به کوتاه مدت میدونیم که بیت کوین بعد تقریبا بیفته به اینجا و از اون میتونیم به مون بگیم. میگیم او مون زن لمبوز که کوتاه مدت تارگتش اگه یه W بزنه 56800 و 900، هر کدوم که میخوای بگی اول. اوکی، همیشه 0.05% بالا به پایین. که میدونیم که دقیقا همین شد برای بیت کوین. Again, exactly as predicted. So, میریم برای ایتریوم با USD. So, ایتریوم با USD که میبینید داره کم کم خودش داره رنج میزنه که میخواد بره بالا این کانال اینجا که تقریبا 3800. یک کاری که الان میتونیم بگیم داره میکنه، اگه تو 400 داره خوب نگاه میکنی میبینی که بالای این خط همینجاش میبینی اینجا ریزیستنس هست. حالا این شادوهاشو ول میکنی، اما همینجا ریزیستنس تقریبا چه 4 ساعت است، 9 شب امروز برای انگلیس یه اتفاقی براش میشه. اوکی، حالا این پترنش بولیشه، اما یه کاری که بعد بکنیم که میبینیم توی 4 ساعته میبینیم که تقریبا یه ذره چارت بریش شده، اما آن چین دیتا نشون میده که مردم زیاد خرید کردن از ایتریوم. پس ما یه کاری که ما میتونیم بگیم، میتونیم بگیم این به کدام مدت مثلا بکشم تو یک ساعته بیشتر به من جواب میده. یک ساعته هیچ نظری هم نداره، نیم ساعت هم هیچ نظری هم هنوز نداره. اوکی، پس از ما میتونیم بگیم این تقریبا از این پترن ببین نمیکشه خودش رو به 3500، اما یه کاری که میتونه بکنه میرسه به 3551، دوباره خودش رو میکشه به بالا. یه چیزی مثل یه ویک الکی میزنه، دوباره خودش رو میکشه به بالای این پترن. اوکی، یه چیزی مثل اینجوری الان انجام میده که اینوستورها رو شیک اوت بکنه. حالا میبینیم که والیوم هم که داره دیکریس میشه، حتی با این دامپی الان داره میکنه، هیچ والیومی نیست که میگه من دارم واقعا دامپ میکنم. پس همه یه ذره موضوع باشین که این والیوم اینجا هم باید نگاه کنی که موقعی داره میریزه ببینیم که اگه واقعی یا الکیه. میکش خودتو تو تایم فریم یک ساعته، اگه میبینی که از یک ساعته کمتر از والیوم های دیگه باشه، پس ببینیم که این فیک والیوم هست و تقریبا این دوره برمیگرده به رقم بالا.
مثل الان به 400 داری نگاه میکنی، به کندل به این بزرگی، چرا این همه کم والیوم هست؟ بعد به خودتون اینو میگی. اوکی؟ پس حالا به کدام مدل یه ذره خودش رو میکشه پایین، دوباره میرزه به خودش به بالا، که میدونیم که بیت کوین هم که از اون رقم هم باونس میکنه. آلرایت، بریم برای ایدا. ایدا توی 4 ساعته توی صرافی بایننس که میبینیم که ایدا باز دوباره توی این اسندینگ تراینگله، داره هنوز رنج میزنه، هنوز داره رنج میزنه. اوکی؟ هنوز داره تو این پترن داره بازی میکنه تا یه نتیجه برسه. حالا یک چیزی که ما میتونیم هنوز بگیم تو روزانش نگاه میکنیم، اینکه تو روزانش شروع کرده برای پامپ کردن. اوکی؟ شروع کرده، نشونهای بولیشش داره به مارکت نشون میده، اما به 4 ساعته داره میگه من تقریبا بیام دوباره پایین این بازار که 2.19 هست، حالا 2.19 2.20 به جای اینجا بعد دوباره باونس بکنه. تو اینم برای کدام مدت ایدا که هنوز داره رنج میزنه به 4 ساعته، اما پترنش بولیشه و تو روزانه هنوز بولیشه. سو نتیجه میرسیم که حداقل یه بار 2.50 یه بار دیگه میزنه و این دفعه شاید بشکونش، اسپشلی چون تو هفتگی خودش کویل کرده تو این رنج برای خیلی مدت، میتونه یه شورت اسکویزی برای خودش انجام بده. حالا میریم برای کوین رگیری که خودتون کردین که نوشتیدین وی چین. بعد وی چین رو نگاه میکنیم. سو وی چین باز دوباره تو این کاناله و تو این کانال رایزینگ کاناله تو 4 ساعته هست. اوکی؟ که میدونیم حتی تو این رایزینگ کاناله یه ریزیستنس لاین داره که تو خط قرمز کشیدن. اوکی؟ یه کاری که الان ما میتونیم بکنیم، میتونیم تو 4 ساعته ببینیم که هنوز حتی تو 4 ساعته RSI ریزیستنس داره، اما استوکاستیک داره میزنه به بالا. اوکی؟ و اسکویز موبش هم هیچ نظری نداره و مکدی هم که داره نشون میده هیچ ولیوم هم برای وی چین نیومده. پس حالا میتونیم به کوتاه مدت بگیم که حداقل یه جوابی هم برای وی چین هم میاد امروز، که حالا بریش هست یه ذره چارتش. یه چیزی که ممکن بخونم بگیم، میتونیم حداقل به اگزکتلی به 0.10991 میتونه یه ویکی از اینجا انجام بده. اوکی؟ که باز دوباره میتونه یه فیک بریک اوت باشه، اسپیشلی چون میدونیم امروز بیت کوین میخواد یه 2300 دلاری امروز بیفته. پس اوبویسلی به اولت کوین ها چیکار میکنه؟ اونها هم میکشه پایین، اما چون میخواد بیت کوین دابلیو بزنه و تو این کوتاه مدت کنسولید کرده، پس میدونیم که هر وقت این دابلیو رو زده اولت کوین هم باهاش میرن بالا، چون با هم کنسولیدیت کردن. اوکی؟ پس میدونم به کدام مدت ویچن هم میخواد حداقل یه ویک کوتاهی بزنه به پایین. حالا به یک ساعت هم داره همین رو بهت میگه. مکتیم داره میرسه به بریش، استوکاست آر اس آی داره میرسه تقریبا به نزدیک های اوورسولد و سکویز موب هم میخواد دوباره بریش بشه. سو تقریبا میتونیم بگیم که این درسته، حداقل میخواد برسه به این 10.99. اوکی؟ انیویز گایز، اینم شد برای امروز. من از اینجا دیگه استاپ